همکارم بابک اسحاقی از تلاوی بابک بیشتر از جزیات این خبر انفجار در پارچین بگو و واکنش در اسرائیل به گزارش چی بوده؟ باید گفت پس از اینکه نیویورک تایمز دو روز پیش اعلام کرد که بنا به اطلاعاتی که از مقامات ایالات متحده دریافت کرده اسرائیل پشت سوء قصد به سیاد خدایی عضو برجسته سپاه پاسداران قرار گرفته بوده دیروز هم دوباره نیویورک تایم درست به یک افشاگری دیگه زد اون که باید توجه کرد این هستش که یکی از نویسندگان این گزارش در نیویورک تایمز رونن برگمن هست رونن برگمن از روزنامه نگاران برجسته اسرائیلی هستش که در اسرائیل هم زندگی میکنه در این گزارش و این افشاگری رونن برگمن میگوید که سه مقام ایرانی به نیویورک تایمز گفتن که هواپیماهای بدون سرنشین بودند که چهارشنبه گذشته به تأسیسات امنیتی در پارچین در شرق تهران حمله کردند او میگوید که در آن در, در این تاسیسات موشک ها و فناوری های هسته ای و فناوری های پهبادی در حال توسعه هستش منابع ایرانی که با نیویورک تایم صحبت کردن گفتن که یک دستگاه انتحاری کوات کوپتر در این حمله دست داشته و در ساختمانی که در آن مطالعات برای توسعه اسکیمرها و هواپیماهای بدون سرنشین در حال انجام هست منفجر شده در حال حاضر کسی در جهان مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته اما میگوید که روند اقدام مشابه حملات قبلی اسرائیل در ایران و لبنان هست شاید میخواد که اشاره بکند که این حمله را به اسرائیل نسبت بده در اسرائیل اما مطابق معمول هیچ واکنشی در این رابطه گزارش نشده اما دفعه پیش که نیویورک تایمز از کشته شدن خدایی توسط اسرائیل خبر داده بود مقامات اسرائیل بسیار خشمگین شدن از این گزارش امروز هم برخی از مقاماتی که نخواستن نامشان فاش بده پاش بشه ابراز ناخرسندی کردند و از اینکه ایالات متحده بگونه ای خبرهایی که بسیار امنیتی و حساس هستند و نباید جایی فاش بشه را به دین صورت در اختیار روزنامه نگاران قرار میده خشمگین هستند دیروز هم گفته شده بود که مقامات اسرائیلی از مقامات ایالات متحده درخواست کرد که در رابطه با این افشاگری ها توضیح بده در اصل گفته میشه که امکان داره که افرادی که در نزدیکی جو بایدن و دولت او هستند تلاش میکنند تا به گونه ای برجام را با این خبرها نجات بدند